خرمشهر را خدا آزاد نکرد دلیری و شجاعت فرزندان ایران و تجهیزات نظامی پیشرفته بر جا مانده از دوران محمد رضا شاه فقید آزاد کرد ضمن گرامی داشت یاد و نام تک تک فرزندان و سربازان جانفدایی میهن در طول جنگ هشت ساله گرامی میداریم یاد و نام محمد رضا فقید که تلاش رضا بزرگ در راه ایجاد ارتش مدرن و نوین ایران را به فرجام رساند و تا سال 57 یکی از قدرتمندترین ارتش‌های جهان را با همراهی دیگر بزرگان میهن پرست ایجاد کرد ایران جنگ هشت ساله با عراق را با تجهیزات و امکانات و دانش نظامی ارتش بر جا مانده از دوران محمد رضا شاه پهلوی اداره کرد. اصولا خریدهای نظامی و در کل ساختار و تربیت و امکانات و آموزش ها و توانایی های ارتش ایران یکی از برجسته و طلایی ترین بخش های کارنامه دولت محمد رضا شاه است که محصول یک کار تیمی و تخصصی بود. هنوز بعد از چهل و چهار سال اساس و بنیاد ارتش و تجهیزات و تسهیلات ایران مربوط به دوران پهلوی است بررسی آمار تجهیزات نشان میدهد که در آغاز جنگ ایران و عراق تقریبا در همه بخشها برتری عددی با ایران بود پس از سالهای ابتدایی جنگ ایران خریدهای محدودی از چین لیبی و سوریه داشت که اکثرا شامل مهمات و برخی از موشکها بود با وجود برخورد ناجوان مردانه و حتی وحشیانه با ارتش ایران در سال 57 نیروهای ارتش بحث آموزش نیروهای مردمی و سپاه را بر گرفتند در بحث کاربرد تجهیزات از ناوگان هوایی و دریایی تا توپخانه و پدافند و موشکا نیروهای ارتش بر سر کار بودند تمام این موارد کاملا مدیون دوران پهلوی است تکاوران ویژه نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران از بهترین های جهان وقت بودند. در مرکز آموزش تفنگداران دریایی منجیل آموزش های لازم را دیده و در برخی از کشورها به مانند انگلیس و آمریکا دوره های تکمیلی را گذراندند. حدود چهل و چهار سال پیش سی و چهار روز تمام در کنار نیروهای مردمی از خرمشهر در برابر چند لشکر عراق دفاع کردند و همچنین نقشی مهم در آزادسازی خرمشهر در خرداد سال 1361 داشتند. درودهای فراوان بر مردان دلاور ایران زمین روحشان شاد و یادشان گرامی باد. دوستان در پایان ازتون میخوایم لطفا پست ما رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان دیگتون هم معرفی بکنید. زنگوله کناریش رو بزنید تا هر وقت پست جدید براتون آپلود کردیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد روز و روزگارتون خوش